اعتصاب کنندگان که بیشترشان مسئولان اصناف و دکترانند میگویند اعتصاب کاری دکتران، تاجران و اهل کسبه در هرات سر از امروز دوشنبه آغاز شد. آنان میگویند این اعتصاب تا زمانی که پدیده آدم ربایی به درستی از ولایت هرات برچیده شود ادامه خواهد داشت. قرار وعده‌ای که به مردم داده بودیم روز شنبه، امروز روز دوشنبه اعتصاب آغاز شده و در تمام مراجع که ما برش گفته بودیم اصناف و اتحادیه خدماتی اعتصاب خود آغاز کردن، با وجودی که به شدت از طرف شورای ولایتی سبوتاج میشه ولی موفقانه ای پیش رفته. و نظر به این که دولت چقدر پاسخ مثبت میده به خواست مردم، ما خود عیار میکنیم و اگر دولت به خواست مردم به زودی پاسخ مثبت نده، ما فشارهای بیشتری داریم سر از این وارد خواهی کرد و در نتیجه اگر نده و نمو بهار سبز کشورهای عربی در اینجا هم شروع خواهد شد. با این حال محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات گفت پدیده آدم ربایی نگرانی بیشتر مردم کشور است و در این راستا مسئولان امنیتی هرات نسبت به گذشته دستاوردهای چشمگیر داشتند. اختطاف در ولایت هرات متاسفانه وجود دارد، اما آماری که از سوی بعضی از مردم ارائه می شود آمار نادرست است. تنها 3 واقعه اختطاف در ولایت هرات وجود دارد. از 17 واقعه اختطاف جلوگیری شده، 11 تن از چنگ آدم ربایان بیرون شدند، 65 تن بازداشت کردیدن که 40 تن از اینا بسیار اینا با محاکم و 28 تن از اینا محکوم به 16 تا 20 سال حبس کردیدن. این نشاندهنده مبارزه جدی اداره محلی با آدم ربایی در ولایت هرات است. اما تا یک نفرم در اختطاف باشه ما باید تلاشای بیشتری انجام دهیم. اما فعالان نهادهای مدنی در هرات گفتند در این اعتصاب کاری منافع سیاسی برای عده نهفته است و از مردم استفاده ابزاری خواهد شد. آنان میگویند در وضعیتی که ساکنان هرات با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، اعتصاب کاری اصناف مشکلات زیادی را برای باشندگان این ولایت به بار خواهد آورد. گذشته ما شاید از دستاوردهایی بودیم که از همچو حرکت ها به شکل ابزاری از مردم استفاده شده. خب ما امیدوار هستیم که در این قضیه این مسئله نباشه و خود مردم باید بیدار باشن و وضعیت را شناسایی کنند و بهتر اینکه با یک تشخیص خوب وارد شو قضایی ها بشن. و ما این عمل تا وجودی ما هر عملی که باعث به وجود آمدن امنیت در ولایت هرات بشه و ما او عمل حمایت میکنیم با در نظر داشته ای که اوضاع متشنج نسازه. گفته می شود اعتصاب کاری روز دوشنبه در ولایت هرات تنها در بخشهایی از شهر هرات عملی شده و بیشتر دکانها، کلینیک های صحی و شرکت های تولیدی فعال بودند.